در سال 2015 یه چیز خیلی غیرعادی در یکی از بیمارستان‌های معروف آفریقای جنوبی کشف شد. در اون زمان هیچ کس دلیل این اتفاق رو متوجه نشد و در نهایت مردم اون رو فراموش کردند و دو سال بعد یه چیز خیلی وحشتناک درست شبیه اتفاق قبلی بازم توی یکی از بیمارستان‌های برجسته آفریقا کشف شد. برام خیلی عجیبه که تقریبا هیچ کس از این موضوع خبری نداره، چون که این اتفاق قدیمی نیست و واقعا وحشتناک و غیر قابل باوره. هی هومی، خوش اومدید به این ویدیو. اگه میخواید راجع به این مسئله بدونید تا آخر ببینید و لطفاً لایک ویدیو رو پررنگ تر کنید. در 4 اکتبر 2017 پدر 61 ساله‌ای به اسم تاتیکی تاکسای به بیمارستانی در شهر استلنبوش مراجعه کرد و این شهر یکی از ثروتمندترین شهرهای آفریقاست. تاتیکی که با خانواده خودش در این منطقه زندگی میکرد در چند ماه گذشته با مشکلات معده دست و پنجه نرم میکرد و به همین دلیل اون روز برای انجام جراحی شکم به بیمارستان رفت. بعد از ورود به ساختمان تاتیکی بررسی شد و بعد از مدتی اون رو به اتاق عمل منتقل کردند که در اونجا جراحان روی اون کار کردند. بعد از تموم شدن جراحی تاتیکی به اتاق ریکاوری منتقل شد. قرار بود حداقل چند روزی در بیمارستان بمونه تا پزشکا و پرستارا بتونن در حین بهبودی اون رو تحت نظر داشته باشن و مطمئن باشن که هیچ عارضه‌ای بعد از عمل وجود نداره. بنابراین در بعد از ظهر 4 اکتبر تاتیکی توی اتاق ریکاوری بود و استراحت میکرد. تاتیکی به دلیل بریدگی های جراحی روی شکمش واقعا نمیتونست کاری انجام بده و به همین دلیل بیشتر اوقات روی تختش دراز کشیده بود، تلویزیون تماشا میکرد و آروم آروم غذا میخورد و بعدش بعضی از اعضای خانوادهش وارد اتاق شدند و تا آخر اون روز مشغول ملاقات با تاتیکی بودند. روز بعد عمل جراحی تاتیکی از سمت بریدگی ها درد داشت، اما روحیش خوب بود و کادر پزشکی هم از اینکه عمل جراحی به خوبی پیش رفته خوشحال بودن. اوایل صبح روز بعد حدود ساعت 5:15 صبح یکی از پرستارهای بیمارستان به اتاق تاتیکی رفت تا اون رو چک کنه و وقتی که وارد اتاق شد تاتیکی بیدار بود. اون کاملا عادی به نظر می رسید و بعد از یه مکالمه کوتاه و احوال پرسی پرستار به اون گفت میخواد براش لحاف رو تختی تازه بیاره و تختش رو مرتب کنه و برای همین تاتیکی سرش رو تکون داد و ازش تشکر کرد. پرستار از اتاق بیرون رفت و وارد راهرو شد. ملافه های تازه را برداشت و برگشت به اتاق تاتیکی. اما این بار یه فرقی وجود داشت. تاتیکی توی اتاقش نبود. پرستار بلافاصله فکر کرد خوب شاید به حموم یا دستشویی توی اتاقش رفته باشه، چون که نزدیک تختش بود و در هم بسته بود. به همین دلیل پرستار سمت تخت خالی تاتیکی رفت و ملافه های تخت رو عوض کرد. بعد تموم شدن کارش به در حموم خیره شد و هر دقیقه منتظر بود که تاتیکی بیرون بیاد. چند دقیقه گذشته بود و تاتیکی هنوز از همون بیرون نیومده بود. پس پرستار تصمیم گرفت بره و در بزنه. در حموم رو چند باری زد و تاتیکی رو 2-3 بار صدا کرد، اما جوابی نگرفت. بنابراین پرستار دستگیری در رو امتحان کرد. وقتی دید قفل نیست کامل بازش کرد و وارد حموم شد و حموم خالی بود. پرستار سرش رو برگردون و به اتاقی نگاه کرد که قرار بود تاتیکی داخلش باشه، ولی میفهمه که اون روی تخت نیست، زیر تخت نیست، توی حموم نیست و اصلا هیچ جای اتاق نیست. پس اون کجا رفته؟ با خودش فکر کرد که تنها راه خروج از این اتاق فقط همون دری هست که به راه رو باز میشه، یعنی همون دری که ازش رفت بیرون و لحاف آورد. و اگه به هر نحوی تاتیکی از اون در خارج میشد، پرستار هم میتونست ببینتش و هم صداشو بشنوه، چون که پرستار هم از همون در بیرون رفته بود و فقط برای چند ثانیه بیرون از اتاق بود. نگفته نمونه که تاتیکی بریدگی‌های بزرگی روی شکمش داشت و به سختی میتونست سر پا وایسته، چه برسه به این که بتونه راه بره یا بدوه. برای همین پرستار کاملا گیج شده بود و در نهایت اتاق رو ترک کرد و این اتفاق رو به مافوقش گفت. کادر بیمارستان بلا
بلافاصله شروع به جستجوی تاتیکی در محوطه کردند، ولی اونا این کار رو به آرومی انجام میدادن، یعنی با خانواده طرف تماس نگرفتن که بهشون بگن اعضای خانوادهتون گم شده و ما نمیتونیم پیداش کنیم، و حتی با پلیس هم تماس نمیگیرن. و در این لحظه بیمارستان فکر نمیکنه که ناپدید شدن یکی از بیمارهاش خیلی اورژانسی باشه و امیدوارن خیلی زود پیداش کنن. بیمارستان از این ایده خجالت میکشید که بگه یکی از بیمارهاش گم شده، چون که اعتبارش از بین میرفت و کسی به اون بیمارستان نمیرفت. برای همین کادر بیمارستان مخفیانه دنبال تاتیکی بودن. اونا تمام روز رو صرف پیدا کردنش میکنن، اما سرنخی پیدا نمیکنن و روز بعد هم همین کار انجام میدن، اما بازم پیداش نمیکنن. و سرانجام روز بعد، یعنی 2 روز بعد اینکه تاتیکی در اتاقش ناپدید شد، بیمارستان با خانواده تاتیکی تماس میگیره و میگه که هی تاتیکی به خونه نیومده، تاتیکی اونجا نیست. و خانواده گفت نه، قرار بود تاتیکی توی بیمارستان پیش شما باشه. و بیمارستان گفت اون 2 روز ناپدید شده و ما نمیدونیم کجاست. خانواده تاتیکی نه تنها از اینکه تاتیکی ناپدید شده وحشت کردند، بلکه در طول این گفتگو متوجه شدند که بیمارستان هنوز با پلیس تماسی نگرفته و بنابراین خانواده با پلیس زنگ زد و بعد در همون روز توی بیمارستان استلنبوش ملاقات کردند. و این بار نه به طور مخفیانه، بلکه به طور خیلی عمومی دنبال اعضای خانوادهشون گشتن، اما بازم کسی نتونست تاتیکی رو پیدا کنه. مقامات به جستجو در بیمارستان و اطراف بیمارستان ادامه میدن، اما بعد از چندین روز جستجو هیچ ردی از تاتیکی پیدا نمی کنن و پرونده بسته میشه و خانواده تاتیکی کاملا داغون میشن و نمیدونن که چه کاری باید انجام بدن تا یه بار دیگه پدرشون رو ببینن. 15 اکتبر، یعنی 10 روز بعد از گم شدن تاتیکی، کارگرای ساختمانی در این بیمارستان مشغول انجام دادن بعضی تعمیرات بودند و یکی از کارگرا مجبور شد وارد سقف یکی از طبقات این بیمارستان بشه. بین طبقه های بیمارستان یه فضای خیلی تنگ و کم ارتفاعی مثل شیروانی وجود داره و این فضا خیلی بزرگ و گسترده‌اند و تقریبا همه محیط بیمارستان رو پوشش میدن و تنها افرادی که به این سقف‌ها میرن پرسنل و کارگران ساختمانی هستن. یعنی جایی نیست که عموم مردم به اونجا برن. اما وقتی یکی از کارگران به سقف رفت، چراغ قوه‌ای روی سرش رو روشن کرد و به اطراف نگاه کرد، دنبال جایی بود که باید تعمیرش کنه و در یک لحظه سرش رو برمیگردونه و نور چراغ قوه به مردی که در گوشه‌ای دورتر از اون نشسته میخوره و معلوم میشه که تاتیکی در اون گوشه مرده. بیمارستان هیچ سرنخی از اینکه تاتیکی چطوری به اونجا رفته نداشت. این سقف‌ها در دسترس عموم نیستند و پیدا کردن دری که به سقف میره خیلی سخته، و حتی که تاتیکی این ورودی رو پیدا کرده باشه، بازم غیر ممکنه که بتونه وارد سقف بشه، چون که این مرد بریدگی های بزرگی روی شکمش داشت و به سختی میتونست روی پای خودش وایسه، و اینکه خودش رو بالا بکشه و وارد سقف بیمارستان بشه غیر ممکن به نظر میاد. و در اون زمان نتایج کالباشکافی خیلی عجیبی وجود داشت که کامل منتشر نشده بود، اما خانواده تاتیکی در جریانش بودند. پس خانواده تاتیکی با خبرنگاران مصاحبه کردند و درباره نتایج کالباشکافی گفتند که تاتیکی به دلایل عوارض جراحی فوت نکرده و به دلایل طبیعی نمرده. اتفاقی برای اون افتاده و بیمارستان نمیدونه این چه اتفاقی بوده و همین اتفاق چیزی بوده که تاتیکی رو کشته. و همچنین تاتیکی قبل از اینکه به سقف بره مرده بود، یعنی کسی یا چیزی اون رو کشته و دوباره روی سقف قرار دادتش. این خیلی اتفاق عجیبیه، اما عجیبترم میشه. در 10 می 2019، حدود 1.5 سال بعد از پیدا شدن تاتیکی در سقف بیمارستان، مرد 53 ساله و پدر 4 فرزند به اسم سندیل سابیا به بیمارستان دیگه‌ای در آفریقای جنوبی مراجعه کرد. این بیمارستان در شهر دیربیان هست و این شهر یکی از شهرهای زیبا و گرون آفریقای جنوبی حساب میشه. سندیل یک کارگر بود و در حال کار کردن روی یک خونه بود که سقوط کرد و پاش شکست. اگه دقیق بگم استخون بزرگ رانش شکست و اگه
این استخونه پاتون بشکنه شما نمیتونید راه برید. بنابراین با کمک دوستا و خانواده سنگیل به این بیمارستان در دیربین رفت و تحت مراقبت قرار گرفت. دو روز بعد سنگیل هنوز در بیمارستان در حال نقاهت از شکستگی استخونه رانش بود که پسر عموش به ملاقاتش اومد. پسر عموش گفت که سنگیل کاملا عادی به نظر میرسید و در این ملاقات سنگیل به پسر عموش گفت که قرار از این بیمارستان به یه بیمارستان دیگه منتقل بشه تا از پاش رادیوگرافی بگیره و همچنین با یه جراح ارتوپد دیگه صحبت کنه. اما ظاهرا بعد رفتن پسر عمو از اتاق سندیل، پزشکان بیمارستان به اتاق سندیل رفتن تا اون رو ببرن به یه بیمارستان دیگه. اما سندیل توی اتاق نبود. این بیمارستان در دیربین به امنیت بسیار بالاش معروف بود و کاری که بیمارستان قبلی انجام داد رو نکرد و بلافاصله با مقامات تماس گرفت و گفت که ما یه بیمار رو گم کردیم و مقامات جستجوی خودشون رو در بیمارستان و اطراف بیمارستان شروع کردن اما نتونستن پیداش کنن. در 18 می یعنی 6 روز بعد ناپدید شدن سندیل، کارکنان بیمارستان شروع به حس کردن یه بوی خیلی بد و وحشتناک کردن. کارگران بیمارستان بوی تعفن رو دنبال کردن و به کماند سرایدار رسیدن و وقتی که درش رو باز کردن دیدن که یه مایع سیاه از سقف میچکه و این مایع سیاه از بدن در حال تجزیه سندیل که در سقف بیمارستان قرار داشت میومد. کالبد شکافی سندیل خیلی سریع انجام شد اما نتایج کالبد شکافی هرگز علنی نشد و خانواده سندیل تا به امروز در مورد نتایج این کالبد شکافی اظهار نظری نکردند. تنها چیزی که میدونیم اینه که در یک دوره دو ساله دو مرد به ظاهر عادی که هر دوشون یا اصلا نمیتونستن راه برن یا به دلیل جراحات به سختی راه میرفتن از اتاقشون بیرون میومدن جوری که کارگونان هم متوجه قضیه نمیشدن و بعد میرفتن و روی سقف میمردن. بعضیا میگن این کار با اراده خودشون بوده و بعضی ها هم میگن اونا به قتل رسیدن و بعد روی سقف قرار گرفتن و بعضیا میگن که اونا تلپورت شدن، هرچند که از نظر من این شاید نمیتونه درست باشه. اما در حال حاضر هیچ توضیح واضحی وجود نداره و همه اینا فقط یه نظریه و تئوری هستن و شما هستید که تصمیم میگیرید که چه بلایی سر این دو نفر اومده. اینجا یه ویدیوی پیشنهاد میشه که موضوع شبیه این ویدیوه، دوست داشتید اونم ببینیدش. مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدید، دوست داشتید لایکش کنید. تا ویدیوهای دیگه، چوز.